یک بدید اگه صدا هست. اگه صدا هست یک بدید. مرسی. خب ما تقریبا حدودا الان ساعت 18:15 دقیقه هستش. ما تا ساعت تقریبا 19:45 دقیقه ادامه فصل یک رو میریم و تمامش میکنیم. بعد از اون میریم سراغ فصل دو و گفتار یک رو آغاز خواهیم. خب اول یه سوال ببینم از جلسه پیش چیه یادتونه و اگر سوالی هم داری. صدا خش داره؟ صدا خیلی بده. صدا خیلی بده. صدا الان اوکیه؟ صدا خب اگه صدا اوکی که پس هیچ. خب ما بریم سراغ سوالات. پس اگه سوال نداری خب ما بریم سراغ سوالاتی که جلسه پیش داشتیم حل میکردیم. یه قسمتش موندش و حالا یکی از بچه ها میگه که سوال داره. نمونم. آره ما الان یکی دهمه. تصدیق قطع وصل میشه؟ آره احتمالا اگه تصدیق قطع وصل میشه برای اینترنت خود. خب ما از صفحه 21 شروع میکنیم و خب ما طبق روال قبلمون سوالو 45 ثانیه به شما وقت میدیم بعدش شروع میکنیم به حل کردن. حله؟ برو بریم. خب آقا 45 ثانیه وقت دادم. الناس میگه که جلسه اولم. الناس اشکال نداره جلسه اول هستی. حالا جلسه قبلی هم هستش. مهسا صوت بپرسی. خب. چهار. خب حله. به موقع سوال حل کنیم. میگه در بدن انسان هر بافت ماهیچه دارای فلان قطعا. خب. بیم مرسی کنیم بیم چی میگه. اول نگاه کنید هر بافت ماهیچه‌ای که میگه چند تا حالت هست. یعنی ما باید تمام انواع بافت ماهیچه که وجود دارن رو با هم دیگه بررسی کنیم که سه نوع هستن. یعنی صاف هستش، ماهیچه اسکلتی هست و ماهیچه قلبی. خب ما جلسه پیش فکر میکنم که براتون یه دونه جدول کشیدم و انواع اینها رو گفتم. یادتونه که گفتم آقا مثلا صاف و اسکلتی و قلبی همشون خب دقیقاً خب همشون مثلا اکتین میوزین دارن. اما سارکومر رو اسکلتی و قلبی داره یا مثلا شبکه آنتوپلاستیک صاف همشون دارن، مخطط فقط اسکلتی و قلبیه خطدارا و اینا. هسته چی؟ هسته صاف هستش فقط یه دونه است، شکل دوکی، شکل صورتی تکیه، اسکلتی استوانه بدون انشاب که چند تا هسته داره حتما. قلبی ها معمولا یک هسته، بیشتر معمولا یک هسته، بعضی دو هسته. حالا چی میگه؟ میگه اونایی که تنها یک هسته دارن تو هر یاخته خودشون، خب تو هر یاخته خودش تقریبا میشه صاف. حواستون باشه که دیگه قلبیه نیستش. میگه دارا، میگه قطعا مثلا ماهیچه صافه. میگم آره میگه درست. به میگه بخش های تیروشن داره که میشه فقط اسکلتی و قلبی. میگه قطعا ارادیه. میگم نه قلبی ارادی نیست. خب و اسکلتی هم میتونه غیر ارادی باشه. خب اصلا به غلط جیمشی یاخته هایی با هسته مرکزی که با هسته مرکزی کتاب درسی صافو گرفته، ماهیچه قلبی اونقدر معلوم نیستش که این خلاصه وسطه یا نه، اما تو تست شما وسط در نظر بگیم. من بخوام شکلش رو نشون بدم، شکلش اینجاست. خب آقا تو این شکلی که الان ما اینجا داریم ماهیچه قلبی هستش مرکز تقریبا، اما ماهیچه اسکلتی قشنگ مشخصه که در حاشیه رانده شده است. مثلا مثلا این دیگه قشنگ در حاشیه رانده شده و ماهیچه صاف هم که کامل دیگه وسط مشخصه. اوکی واسه حواستون باشه. پس اگه ما گفتن که کی مثلا هستش مرکزیه، صاف هم میگیم قلبی هم میتونه در نظر بگیم. گفته قطعا رنگش قرمز، میگیم نه صاف ها رنگشون صورتیه، قلبی ها چونه دیگه قرمز. پس آقا اینم چیه؟ غلطه. اما دال بیش از یک هسته در هر یاخته خود. آیا قلبی میتونه در نظر بگیرم؟ نه دیگه، قلبی ها بعضی از یاخته هاشون خلاصه دوتا هسته دارن، یعنی بیش از یه دونه. پس فقط اسکلتی هاست. آیا اسکلتی ها قطعا فقط انقباض غیر ارادی؟ میگم نه، انقباض ارادی دارن، میتونن غیر ارادی هم داشته باشن. پس دار هم غلط است و یک مورد درست جواب میشه گزینه یک. فکر کنم همتون اشتباه گفتید. درسته؟ یه نفر درست، دو تا درست گفتید.
ماهان هم درست کنیم نمیتونیم. خب بریم سوال بعدی. سوال بالایش رو حل بکنیم. بالایش رو بگید. بالایش رو بگید. بالایش هم سوال قشنگی. الناز میگه چرا فقط صافو گرفتم. خب من یه ذره پایین بیام. ببین میگه تنها یک هسته در هر یاخته خود. اگه من بخوام مثلا قلبی رو در نظر بگیرم، قلبی یه سری از یاخته هاش دو هسته ای هم نمیتونم بگم. اگه میگفتش که هر بافتی که در یاخته های ها امکان دیده شدن یک هسته، حالا فرق داره امکان پذیر است. اگه اینجور بود قلبی میگرفتم، ولی گفته هر بافتی که یه هسته داره تو هر یاختش، یعنی همه یاختها شبیه هم دیگه یه دونه فقط هسته دارن. اگه اونجوری میگفت نه دیگه، دیگه من دیگه فقط صافو درزم. اوکی خب محصم از سوالت آخری کسی جاب. خب بریم سوال رو حل بکنیم. بچه دیگه گزینه تو میگو دارید دیگه. گزینه سه، یک سه میگن دو، یک سه میگن سه. ما از دو شروع میکنیم ببینیم که اونایی که اقلیتاً چجوریه. میگه فقط برخی از مواد میتونن از قشای یاخته بکنن. آقا این متن کتابه، حواستون باشه. شاید یه ذره گمراه کننده باشه، شاید گمراه کننده باشه، ولی واقعا متن درستیه. خب پس این درسته. حالا میگه کی متفاوت است، یعنی کی غلطه، کی غلطه، یعنی بگن نمره غلطه. پس تناظرایی که من میکنم چیه؟ میرم از یک شروع میکنم، هر گزی که غلطو میزنم میرم. اوکی، یعنی لازم نیست هر چهار تا گزینم بخونید. اصلا حتی نیاز نیست که صورت سوال متوجه بشید. چرا؟ چون اگر فرضاً سوال سوال درست بود، خب شما سه تا گزینه رو می‌خونید، سه تاش درسته، یکیش غلطه، می‌ذارید اونی که غلطه. اگه غلط بود چی؟ خب سه تاش مثلا غلطه، اون یکی درسته. یعنی حتی اگر سوال سوال رو هم ندونید باید می‌تونید سوال جواب بدید. یک میگه گروهی از مولکول‌های لیپیدی که در ساختار قشا یافتهای جانور یافت میشن، در ساخت انواع هورمون‌ها واجد نقشن. میگه آقا ما مولکول‌های لیپیدی که در ساختار قشا دارین دو تان، حواستون باشه سه تا نیستن، دو تان. شما انواع لیپیدها رو می‌شناسید، کلسترول، فسفولیپید، تریگلیسی و موم ها، که حالا در کتاب درسی تو فصل 6 دهم داریم تو گیاهی کوتین و اینجور چیزا. خب این مولکول های لیپیدی که من در قشا دارم، یکی فسفولیپید است که در هر دو لایه قشا حضور داره، هر کدومشون، حالا یه دونهشون تو بالا یکیشون پایین. اوکی، یعنی نباید بگم که فسفولیپید، یک فسفولیپید در عرض کل قشا وجود داره، هر فسفولیپید تو یه لایه قشا. کلسترول چی؟ کلسترول همینطور. پس کلسترول هم اینجا می‌نویسیم. حالا آیا میتونم بگم گروهی از اینا، یعنی یا فسفولیپید یا کلسترول تو ساخت هورمون ها هست؟ آره. آقا ما هورمون های استرویدیمون کلسترول پیشزادشه، مثلا تستوسترون، استروژن، پروژسترون و چیزای دیگه. حالا ما یه رمز باحال بگیم در واقع آقا این که کیا پروتئین نیستن. نگاه کن هورمون های ما چند نوع هن. یا پروتئینی ان یا استروئیدی ان یا آمینو اسیدی ان. من اونایی که پروتئین نیستن یه رمز میگم، تیکاج. خب تیکاش چیه؟ آقا تیکاج تیش میشه تیسته و تیچا. خب تیش میشه تیسته و تیچا، تیسته و تیچا. اینا آمینو اسیدی هم. حالا آمینو اسید تیروزینه تو 11 تو بیشتر بدنید باش کاری نداره. کافش چیه؟ میشه کورتیزول. این میشه کورتیزول، الفش میشه آلوسترون و جیمش هم میشه جنسی ها که میشه استروژن، پروژسترون و تستوسترون. باشه؟ پس حواستون باشه که اینها غیر پروتئینی هم. حواستون باشه. خب و حواستون باشه که گیرنده ها یه ذره تحقیق کنیم با 11. آقا گیرنده یه هورمون های پروتئینی رو سطح قشا یافته است، اما گیرنده یه هورمون های غیر پروتئینی رو سطح قشا نیست، درون سلوله. حالا یا تو سیتوپلاست یا تو هسته. حالا اینو چه دیگه نیاز نیست بدونیم، فقط بدونید که رو سطح قشا نیست، چون میتونن رد بشن واقعا. یا آقا استروئیدها میتونن در قشا حل بشن، خیرم میتونن عبور کنن. قطبی مثلا شبیه حل میکنه، شیمی دهم فصله اینجا بگی مثلا. اوکی، پس کلسترول اوکی، میگم کلسترول بالاخره نمیتونه نقش داشته باشه، پس یک درست، پس این جزء جواب ها نیست. حالا فرض کن نمیدونیم. دو چی میگه؟ میگه در یاخت جانوری هر پروتئینی که در انتقال مواد از عرض قشای یاخت نقش داره در تماس فسفولیپید قشا. یه موقع اولی که هر پروتئینی که در انتقال نقش داره کیاز یا پمپ است یا کاناله، که کانال ها دو نوعن، یا کانال من دریچه دار است یا فاقد دریچه است، مثل کانال های نشتی. خب آیا اینها در تماس با فسفولیپید هستند؟ قطعا همشون در تماس با فسفولیپید هستند. یعنی من شکل کتاب بیارم بتونم نشون بدم همه این مولکول ها بالاخره یه جوری با فسفولیپید های قشا در تماسن.
اینا حواستون باشه همشون بالاخره یه جوری در تماسن، چون غرق شدن دیگه. شما فرض بگید که فسیل بیتا یک سطحی دارن، یک سطحی رو فرا گرفتن و این پروتئین ها روی اونها خلاصه سوار شدن و شناور شدن. پس آقا همشون بالاخره یه جوری در ارتباطن، ندارم چیزی را که با این فسیل بیتا در تماس نباشد. پس آقا دو هم که درست، پس ناگهان این دو تا شبیه همه، الان یک و دو شبیه همه، پس نمیتونن جواب باشن دیگه. سه چی میگه؟ مولکول گلیسرول در تیدی گلیسیریدها برخلاف فسفولیپیدها با سه تا مولکول دیگه پیوند میده. خب آقا داستانی که هست اینه که در تیدی گلیسیریدها من یه دونه گلیسرول دارم با سه تا اسید چرب پیوند میده، تو فسفولیپیدها من یه دونه تیدی گلیسیرید دارم با دو تا اسید چرب پیوند میده ولی با یه دونه فسفات هم پیوند میده. پس باز شد سه تا شد دیگه، این یک، این دو، سه، اینم خلاصه یک، دو، اینم سه، پس جفتشون با سه تا. پس سه غلطه، سه حداقل تو این لحظه غلطه. علا سه من هست؟ بزید چکی بکنید؟ بزنم بچسبونه میشه اینجا، اینجوری بهتره. خب بعد زده هم هست بکنم ایسی ترکید الان اوکیه؟ خب نجیب هم افتاد ترکید. خب که این تو اینجا یه دونسته خسارت هم زدیم. آقا مون چهار، زیستکره آخرین سطح حیات هست و همه جانداران هم توان پاسخ محیط دارن. میگم آقا آره، زیستکره آخرین سطح حیات در سطح کره زمین، ما دیگه زیستکره مثلا غیر از زمین نداریم دیگه، مریخ هم مثلا نداریم. خب و آیا همه جانداران آن توان پاسخ دارن؟ میگم آره. اصلا جاندار تعریفش چیه؟ جاندار زنده، جانداری که هفت ویژگی حیات داره. البته همشون تو یک لحظه همه هفت ویژگی رو ندارن، این حواستون باشه. چرا؟ مثلا آقا قورباغه نابالغ تو اون لحظه که نابالغه توانایی تولید مثل نداره، اما بالاخره وقتی بالغ بشه میتونه. پس آقا میگم در طی یک بخشی از زندگیش میتونه هفت ویژگی رو بروز بده. اوکی، پس تعریف جاندارم اینه. وگرنه مثلا کردی که نابالغه یعنی زنده نیست، نمیشه که. خب پس این حواستون باشه. پس آقا تمامشون توان پاسخ محیط دارن. آقا سه مورد درست، یه مورد غلط، صورت سوال نفهمی میذاریم گزینه سه. این از حل. خب اگه اوکی بزنید بگید یک، اگه اوکی بزنید یک بگید. الناز میگه چی؟ شما 1400 بودین؟ آره ما 1400 بودیم. خب من اصلا کنکور میدم 98 کنکور دادم، 30 شدم 97%. 99 کنکور دادین زالی 87%، 1400 هم کنکور دادیم شدیم 97%. خلاصه هر سال کنکور میدیم ببینیم چند چندی. حالا امسال دیگه میخوایم 100 بزنیم دیگه، با کمک شما انشالله میخوایم بریم 100 بزنیم اگه آمادگی دارید. یعنی من چیزی که به شما درس میدم و دقیقا میرم سر کنکور و میگم ببینم من با چیزی که بچه ها گفتن میشه 100 زد یا نه. یعنی یه جایی مثلا سر کنکور 1400 گفتن اینو بچه ها نگفتن پس نمیزنمش، پس شد 97%. یعنی اگه اونم میگفتن مثلا 100 بود، یعنی یه صفر و یکه. بعد چون زیاد بهتون قلق یاد میدم مثلا همین سواله، سوالی تیپ جدیده، چیز خاصی نداره، اما مثلا همین که سوال نخونیم میتونیم به جواب پاسخ بدیم. اوکی این کارو امتحان میکنیم ببینیم آقای واقعا جواب میده یا نه که شد. اوکی این از این قضیه. بریم سوال بعدی. سوال چه راحته دیگه، اینو میخوام تو 30 ثانیه بزنم سریع سرعتی مهندسه. ببین سد زدم، ببین مثلا من عربی سد زدم، ریاضی سد زدم، مثلا پارسال ریاضی سد زدم، امسال عربی سد زدم. زیست نمیشه سد زد. یعنی فکر نکن که فقط حفظی بزنی میری، نه واقعا زیست حفظی که داره قطعا. ببین ترکیب ریاضی و فیزیک و شیمی و عربی و همه با هم دیگه باید بگید تو هم دیگه میشه زیست. یعنی فقط بگی حفظی نه، چون واقعا یه مفهومیایی داره که تو شیمی هست، یه دقتایی میخواد که تو عربی میخوام و خیلی چیزای دیگه. دو. خب میگه در هر نوع بافت، حالا بافت پوششی در همه یاخت‌های در تماس با بافت با قشر پایه هم میگم نه، اما که قشر پایه مرده است حواستون باشه. ما یه یاخت، یه سری ساختارها داریم در کل جانداران که مردن، مثلا آقا پوستک هم مرده است، زلالیه هم مثلا ساختار مرده داره، حالا قشای پایه هم مثلا اینجا هست، قشای پایه هم جو داریم که اینا مردن، ساختار زنده ندارم. مثلا موسین هم هست همینجوری، همینجوریه موسین، همینجوریه. تازه موسین گلیکوپروتئینیه، من تو قشای پایه هم گلیکوپروتئین دارم، بعد تازه تو ماده زمینه بافت پیوندی هم گلیکوپروتئین دارم. یعنی حواستون باشه هر گلیکوپروتئینی لزوماً بیرون از سلول نیست، میتونه درون سلول هم باشه، میتونه رو قشا هم باشه. مثلا ما میگیم آقا یه سری از ساختارهامون در قشای یاخته گلیکوپروتئین. اینجا نکنی الان کربوهیدراته اگه به پروتئین وصل بشه میشه گلیکوپروتئین، اگر به فسفولیپید وصل بشه میشه گلیکولیپید.
خب حالا پورتوگلیکان هم داریم که با اون کاری نداره. یعنی آقا این چیزه، این خلاصه گلیکو پروتئینی همه جا میتونه باشه، خلاصه نازم باشه. پس یکی غلطه، چون میگم که آقا مثلا در بافت سنگ فرشی چند لایه امکان اینو داریم که مثلا یاخدهایی که رو سطح هستن با قشر پای در تماس نباشن. چرا؟ چون آقا یه سری اینجا پایینن که بهش میگم سلولهای قاعده ای یا بازال مثلا، و یه سری بالا. خب قطعا اونایی که بالا هستن با پایین در ارتباط نیستن دیگه. پس یک غلطه. دو میگه هر بافت، حالا هر نوع بافت پیوندی در ماده زمینه حاوی رشته پروتئینیه. حالا گفته همه یاخته‌ها در ماده زمینه حاوی فلانن. بد نیست. حتی خون اگه بخوام در نظر بگیرم میذارم مشکل دارم دیگه، چون من تو خون، حالا تو خون ماده چیز دارم، رشته پروتئین دارم، تقیق متن کتاب برسی، چون که درسته میگه تو یه در تعریف بافت پیوندی میگه بافت پیوندی یه چیزیه شامل یاخته ها، رشته های پروتئین یعنی ماده زمینی که فاوی رشته های پروتئین و مثلا کلاژن و فلان چیزای دیگه، یه سری رشته هایی که حالا میتونن مختلف باشه. خب پس این یه جمله کلیه که من میخوام برای همشون در نظر بگیرم و اوکیه. متن کتاب بیارم، میگه بافت پیوندی از انواع یاخته ها رشته های پروتئینی مانند رشته های کلاژن، میگه مانند نه فقط امینو، نه فقط، تازه میتونه تو همشون هم اینا نباشه، مثلا خون کلاژن نداره اما رشته های پروتئین داره. این ماننده یعنی که نه اینکه تو همشون این باشه، کلی داره میگه، میگه این میتونه باشه اینجا. و حالا ماده زمینه ای، که حالا ماده زمینه ای هم ممکنه مایع باشه، جامد باشه، نیمه جامد باشه و هر حالت دیگه که میتونه اینجا وجود داشته. مثلا تو بافت پیوندی سست ماده زمینه من شفاف بی رنگ، تازه تو خودش هم با چیز داره، مولکول های دورش مثل گلیکوپروتئین داره. اوکی پس حواس باشه که گزینه دو یه گزینه خوبیه، یه گزینه خوبی رشته پروتئین. تعریف کلی میگه یه سری گزینه ها هستن کلی، یعنی شما نمیتونی بهش اشتباه بگی، ایراد وارد بکنی، مگر اینکه من یه قید پشتش بذارم که تازه اینجا هم باز قیده نمیتونه به خلاصه لطمه بزنه. و دو خوبه، حالا دور نگم داره. سه میگه در هر نوع بافت ماهیچه همه یاخته به شکل استوانه، میگه ماهیچه صاف دوکی شکل است اوکی و این استوانه نیست. پس سه بای چار در هر نوع بافت عصبی همه یاخته در تحریک نقش دارن. به این که میگه نقش دارن مثل مشکل داره. خب چرا؟ اگه بگم تحریک مستقیم، اگه بگم تحریک مستقیم و فقط خود نورونا، اما اگه بگم نوروگلیه ها دیگه اینجوری نیست، نوروگلیه ها مستقیما نقش ندارن و اینا به واسطه کمک کردن به نورون های حرکتی مثل نوروگلیه ها نقش دارن. اوکی پس آقا چهار نقش داشتنش خوبه، غیر مستقیم مستقیم اوکیه، چهار رو میتونیم بزنیم، ولی میگه ایرای داره دیگه، این که آقا این ممکنه که مستقیم طلا بگیره. بعد دو چی میگم در ماده زمینه حاوی رشته پروتئینیه، این مثلا این مثلا توی خون مشکل پیدا میکنه. خب البته خون کلاژن نداریم، اما مثلا رشته فیبرین داریم، مثلا ما فیبرین داریم، فیبریناژن داریم. فیبریناژن یک رشته محلول است که اگر تبدیل بشه به فیبرین چی میشه؟ رسوب میکنه. خب پس ما بین دو چهار میتونیم دو رو بزنیم، مشکل پیش نمیاد. اینم از این سو. خب بریم بعدی. ماده زمینه‌ای جدا نیست. آره دقیقاً. به حواسی باشه که رشته های پروتئینی ما تو 11 همین جمله داریم تو فصل 3، یکی یه جمله قشنگی که داده داره. میگه آقا من توی بافت پیوندی استخوان رشته های کلاژن دارم و ماده زمینه. بعد تو ماده زمینه کلسیم و فسفات اینجور چیزا دارم. پس آقا این رشته جداه. حالا من تو ماده زمینه هم میتونم رشته داشته باشم، ولی خب نوش فرق داره گلیکوپروتئینی. اوکی این از. خب بریم سوال بعدی. سوال صفحه 39 بیاریم. این پایین که چیز خاصی نداشت، اینو فکر کنم جلسه پیش حل کردیم با هم دیگه. آره اینو با هم دیگه حل کردیم. خب یه سوال سخت بیاریم. آقا این سوال آسون بزنیم، خیلی ساده است دیگه. اساس علوم تجربی چیه؟ نکن گفتاری یک ازش تو کنکور سوال نمیاد، یعنی حالا سه سالی که سوال نیومده، حالا امسال هم که کل فصلی که کردن یه گفتار سوال ازش نمیاد، ولی خب بلد باشیم خوب باشه خوبه. یعنی ما تو گفتاری یک یه دونه سطوح سازمانیابی حیات خیلی مهمه، یه دونه موناک خیلی مهمه. یادتونه جلسه اول جلسه مباحث کنکور بتونشون دادم؟ گفتاری یک بذار بیارمش، بذار بیارمش. حالا دارید میزنید، حالا همتون زدید دیگه، خوبه همتون زدید. از این نظر آقا داستانی که هست اینه که دهتای اول مال فصل یک، یعنی من با هم موناک رو بلد بشم. خب موناک رو بلد بشم، حالا اگه از علوم تجربی بخوان سوال بدن به نظر من شمارشی میدن، یعنی امکان نداره که مثلا یه سوال راحت بدم مثل همینه که بهتون نشون دادم، شمارش میدم. یعنی بخوام فصل یک سوال بدم قطعا شمارش میدم. حالا با این روندی که ما تو کنکور نظامی جدید داریم شمارش خیلی به شدت زیاد میشن، مثلا کنکور 98 5 تا، 99 10 تا، 1600 12 تا. کنکور شما شاید 14 15 تا بره، چون مباحثی که دارتون خیلی آسونه، دارن آسان‌تر میشه، ناچارن که
دقت رو ببرن بالا. لذا اگه میخوای سوالی حل بکنی تو خونه یا مثلا الان قشنگ تحلیل کنی که آقا چرا این گزینه غلطه، اینو چی میشه اینو میگم به خاطر اینکه اگر شما فرضاً یه گزینه خوب تحلیل نکنی، همون گزینه ممکنه گزینه یه جواب یه سوال دیگه باشه و خب اینها پشت سر هم دیگه غلط میشه. مثلا این دانش آموز میشه میگه آقا من سطح کدات زدم، بعد میگه همه چند زدم، میگه همه 40 درصد زدم. یعنی چی؟ اگه تو کدات اول واقعا خیلی خوب بزنی، کدات دوم باید جای 40 بشه 60. اگه نشه یعنی تو کتاب تست زدن بلد نیستی. یعنی یه جاهایی فکر نکنید کمیت مهمه، کمیت مهمه قطعا، ولی کیفیت خیلی مهمتر باشه. کلی نگری که حالا میتونن سوال بدن، توی کنندگان مثلا میتونن سوال تکیه بدن. جاندار همزیست با گیاهان خیلی مهمه. مثلا من جاندار همزیست با گیاهان تو فصل 6 دهم دارم، فصل 7 دهم دارم، مثلا تو 11 دهم دارم، مثلا سیانو باکتری ها، ریزوبیوم ها و قارچ ریشه یا خیلی چیزای دیگه. از اون تو سوال بدیم حالا مثلا پزشک شخصی چنین اینا هم چیزی خاصی نداره. سوت سازمان یا حیات خیلی مهمه که اونو حالا با هم دیگه الان میزنیم. پس اینو میگه گزینه 3 دیگه نه؟ خب آره تست قبلی شد 2. بریم اینو بزنیم. آقا 2 دیگه گزینه 3 میشه اینجا. آقا اولی که اساس علوم تجربی مشاهده است، آزمایش نیست، تو گزینه باهی میخوره. آیا از حل اغلب مسائل بشه ناتوان است؟ خیر، برخی مسائل. خلاصه اونقدر علوم تجربی دیگه خلاصه بیوزه نیست. مون 3 دیگه فقط در جستجوی علت های پدیدهای طبیعی قایم شده. هرچند که این قید فقط آورده و ما گفتیم آقا هر جا فقط دیدید شک کنید. 99% نه 100%. مثلا الان ما دو تا جمله فقط داشتیم، یکی اینکه فقط برخی مواد امکان عبور از فشا دارن، یکم اینجا در علوم تجربی پژوهشگران فقط در جستجوی علل پدیده های طبیعی ان، مثلا انتزاعی نیستن، مثلا اینکه مثلا الان شیره مثلا مطلوب خلاصه گوشینا، نه در این نیستن و قابل مشاهده دیگه که مشاهدهش یا مستقیم است با چشم غیر قابل مسلح یا غیر مستقیم، مثلا میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی و خیلی چیزای دیگه. اصلا ما یه جاهایی مثلا پرتیکس شکلیه یا مثلا چیزای دیگه، ما این غیر مستقیم که میگیم اینجوریه که من یه سری مثلا پرتوها میفرستم، بعد نتایجشو میبینم، بعد با کمک نتایجش مشخص میکنم که آها مثلا این شکلیه، مثلا الان مثلا داره هموگلوبین رو یا مثلا پروتئین های دیگه، خب انسولین مثلا، اینا شبیه سازی میکنن توی آزمایش که خودشون که مستقیما نمیتونن برن زیر میکروسکوپ الکترون ببینن چیه. خب میان اثراتشو میبینن، حالا مثلا یه با پرتوی صوتی یا مثلا با الکترونیس دیگه، بعد اون رو نمایش میدن. این غیر مستقیم، یعنی من با کمک چیزهایی که از اون شیء برمیگرده متوجه میشم که چی داره. اوکی، خلاصه از کوزه همون برون تراول که دروس و هر چیزی که خلاصه شیء داشته باشه بالاخره رو میکنه. پس جا میشه گزینه 3. ذره عرفانی شد این سوال. خب سریعم باشه، من حالا ببین الان ما داریم تست میزنیم تو دهم، بریم 12 یه ذره آروم‌تر، نگران نباشید. خب سوال 85. آقا سوال 85 راحته، این هم سریع بزنید. ما تو کلن اگه بخوانم سطوح سازمان یابی حیات، حالا سبا فکر کنم جدید میانیست، سبا ما تو عربی هم رفتیم، تو دینی هم رفتیم، زمین فقط نرفتیم، فقط زمین نرفتیم و نه شیمی و فیزیک، این هم یه چند جلسه با هم دیگه، یه چند ساعتی با هم دیگه داشتیم صحبت میکرد. آقا تو این سوال تنها کاری که ما باید بکنی اینه که این سطوح بنویسیم بعد بشماریم. خودم این شکلی هم جمعیت رو یادم چنده، شماره 6 مثلا، بعد بقیه رو با کمک اون میگم. این هم یه راهه، یعنی یکیش بلد باشیم بعد با کمک اون بقیه رو حساب کنیم، چون سخته مثلا سر جلسه مثلا آزمون ایش اینو بنویسی. حالا مثلا میتونی مثلا فرد و فعل بنویسی، دستگاه و دی بنویسی، مثلا اینجوری. من جمعیت رو بلدم 6، بقیه میشه اجتماع، بوم سازگان و زیست بوم و زیست کره. حالا این سواله یه بهونه ای که من کل نکات این بخش رو بگم بهتون. حالا فکر نکنید ما با همین سوال میریم جلو به ترتیب. آره دیگه، نه به ترتیب. خب گزینه چند شد بچه ها؟ یکیتون یه گزینه گفت، یکیتون یه گزینه دیگه گفت. خب الان دوتا گزینه متفاوت داریم. خب یه گزینه دیگه بگید. یه گزینه دیگه خب بین حل کن. آقا تو این سوال من دو تا چیز دارم، یکی این که من برخلاف همانند دارم و ما گفتیم برخلاف ها رو نمیخونیم کلن، یعنی این قسمت کلن نمیخونیم، یه ممکن نیستن داریم. من با ممکن است میخونم، بعد دیدم غلط بود میرم ادامه شو میخونم، اینجور راحت داره. میگه تو هفتمین سطح که میشه جناب اجتماع، ماشاءالله همه گزینه بچه زدید، همه گزینه زدید، خوبه، یعنی خوبه همه گزینه میزنید، ولی خب یاد بگیرید که کدوم گزینه جواب. اوکی
گزینه یک میگه در هفتمی که اجتماعه ممکن نیست همه افراد من یه گونه باشم. میگم آره ممکن نیست. چرا؟ چون من میگم اجتماع تعریفش چیه؟ جمعیت های مختلف با هم دیگه توی مکان و زمان خلاصه میان چیکار میکنن؟ تعامل میکنن. حالا تو بوم سازگان میام تعریف مکان و زمان رو میگم، اون عوامل غیر زنده. پس آقا چند تا جمعیت که با هم دیگه در حال تعامل هستن میشن یک اجتماع. لزوما اینها با هم دیگه همگونه نیستن. این حواستون باشه. بعد حواستون باشه که هر فردی توی گونه لزوما توی جمعیت نیست. مثلا ما الان تو جمعیت ایرانی، تو توکیو، تو جمعیت ژاپن هم مثلا، خب اون جمعیت مال اونجاست. چرا؟ چون تعریف جمعیت این افراد یک گونه که در یک مکانن و در یک زمانن. اما تو ایران این در یک مکان و در یک زمان، مثلا ایران مثلا اصل مؤسس 200 سال پیش یا ایران مثلا باستان با ما یک جمعیت نیستن. ما جمعیت ایران 1600 اونا جمعیت ایران مثلا منفی مثلا 1100 سال مثلا اوکی قبل از میلاد مسیح مثلا اوکی. بنا حواستون باشه یا قم به قمری. گزینه که ممکن نیستش غلطه، ممکن نیست همه افراد یک معمول یک گونه باشن، اینجا درست میگه ممکن نیست همه افراد معمول یک گونه باشن، این درسته. حالا میگه برخلاف ششمین، یکو تو ششمین هم داستانی که هست اینه که همه افرادی که تو جمعیت هستند قطعا معمول یک گونه هستن، قطعا معمول یک گونه هستن، اما هر فردی که توی گونه لزوما توی جمعیت نیست. پس گزینه خوبه، هرچند که من با ممکن نیست خوندم و با ممکن است میخوندم. بریم دور بخونیم. میگه تو آخرین سطر ممکن است اقلیم و پراکندگی متفاوت باشه. میگم آره ممکن است. پس بگم ممکن نیست غلط. دو کلن بای، دو کلن بای. سه چی؟ میگه در ششمین که جمعیته همه افراد در یک مکان خاص زندگی میکنن، آیا ممکنه؟ میگم آره در ششمین سطر ممکنه که همه افراد در یک مکان خاص زندگی بکنن. پس بگم ممکن نیست توی یه دونه مکان باشن غلط میشه. پس سه هم بای. چهار چی؟ در نهمین سطر که میشه زیستون، ممکن است آیا اثر عوامل زنده و غیر زنده محیط داشته باشم؟ میگم آره. حالا این گفته ممکن نیست، میگم نه ممکن نیستش غلط دیگه، ممکن هستش. بعد چهارم بای و جواب هم گزینه یک خواهد شد. یه چند تا مثال بزنیم، چند تا مثال بزنیم. آقا ما یه سوال میخوام انواع کل این سطوح ها بگیم، فکر کنم تقریبا دو دقیقه طول بکشه همین کارش بگیم. یه سوال، ما چند نوع یاخته داریم در کل؟ دا در کل چند نوع یاخته داریم؟ یه نوع، دو نوع؟ یک متوجه نشدی؟ یه بار دیگه میخونی. آقا آیا در هفتمین صد ممکنه همه هفته من یه گونه باشم؟ میگم نه، پس ممکن نیست. خب ممکن نیست. حالا تو ششمین صد چی؟ میگم تو ششمین صد همه عضو یک گونه، همه افراد عضو یک گونه، پس میگم برخلاف یکی ممکن نیست. اینجوری. خب آقا ما یاقته چند تا داریم؟ دو تا داریم، پروکاریوت یوکاریوت. احسنت، پروکاریوت و یوکاریوت، پروکاریوت و یوکاریوت. من فکر کنم جلسه دو تا قبلی تفاوت یوکاریوت و پروکاریوت بهتون گفتم، الان یه ذره مرور کنیم. آقا تو همه‌شون من قشا دارم، تو همه‌شون اگه یاخته‌هام زنده باشن و هسته داشته باشن، حالا دنا داشته باشن بگن بهتره چون پروکاریوت هسته ندارن، اگه داشته باشن دنا رو دارم، سیتوپلاسم رو هم دارم، اندامک هم طبق کتاب شما دارم. چرا؟ چون رناتن نوع اندامک است. اوکی، پس این چهار تا رو برای همه‌شون دارم بلا استثنا. یه سری تفاوت‌ها هست، یه شباهت‌ها هست، خب که بعد اینا بلد باشید که یه لیست با هم دیگه گذاشتیم، شباهت‌ها و تفاوت‌ها رو گفتیم و گفتیم کی خیلی مهم‌تره. مثلا آقا من تو یوکاریوت ها عوامل رونویسی دارم، شما تو فصل 2 12 می‌خونید، یعنی هنوز بهتون درس ندادن، عوامل رونویسی دارین. تو پروکاریوت ها مثلا من پروتئین فعال کننده دارم مثلا، خب یا مثلا من در پروکاریوت ها امکان رونویسی همزمان با ترجمه دارم، اما تو یوکاریوت ها ندارم. یه سری جملات کلی، خب پس حواستون باشه که یه سری جملات شبیه هم یه سری متفاوتن که تو تست ها این خیلی میاد، خیلی به شدت این اینا خلاصه نکته خیزم، پس حواستون بینه باشه. باف چی؟ میگم ببینید اگر من پروکاریوت باشم دیگه به باف نمیرسم، یعنی من مستقیم از یاخته میرم سراغ فرد. اوکی، یعنی از شماره یک پا میشم میرم شماره 5. واسه همینه که کتاب درسی میگه جانداران سطحی از سازمان یابی دارند و منظمند. تو کتابای قبل شما نوشته بود سطوحی از سازمان یابی دارند منظمند، خیلی باحاله، یعنی کتابتون پس از یک سال تغییرات داشته. نکنه اینجا همه جانداران سطحی از سازمان یابی دارن و منظمن. این چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه باکتری ها فقط یه سطح هم یاخته بعد پا میشن میرن خلاصه جاندار، اما مثلا ما انسان ها یاخته داریم، بافت داریم، اندام داریم، دستگاه داریم، جاندار هم هست. میشه پس اینو باشه که این سطح که میگه به خاطر اینه. اگه بگه سطوح غلط، باکتری ها فقط یک سطح دارن یاخته تمام، میشه، اما انسان ها 5 تا دیگه خلاصه دارن. یاسون باشه. البته یاخت و فرد حالا یکی در نظر میگیره. حالا این منظور از سطحش یعنی اون سطح یاخته، یعنی فرد دیگه جز اون نمیگیره. میگه این همش با هم دیگه میشه اون یکی. اینجوری. خب پس حواس باشه که ما اینجوری. حالا اگر من انسان باشم 4 تا بافت اصلی دارم، پوششی و عصبی و مایچه یا پیوند. اوکی 4.
اگه گیاهی باشم چی؟ سه نوع دارم، زمینه‌ای و پوششی و آوندی. حالا عمدا باز خودشون دارن دیگه، مثلا پیوندی تو انسان 6 نوع، زمینه‌ای تو گیاهان 3 نوع، مثلا اسکورانشیم و مثلا پارانشیم و مثلا خلاص کلانشیم. باشه پس عمدا اینا هم حواستون باشه تو تستا شب بگن. خب اندام چی؟ ببین مثلا اندام پوست، قلب، کلیه، هر چیز دیگه. و دستگاه، تعریف دستگاه مهمه. آقا اندام هایی که با هم یه کار خاص انجام میدن و هم یکمان بشه میشه دستگاه. یه سوال باحال میذاره ببینم کیامتون درست بگم. آقا ممکنه یه اندام، آره دقیقا اینا، آیا ممکنه که یه اندام جز دو تا دستگاه باشه؟ امکان پذیره دو تا دستگاه میتونه باشه؟ آره مثلا، مثلا آقا پوست، پوست خلاصه، یا مثلا زبان، یا حلق. آقا حلق مثلا، حلق هم جزء دستگاه تنفسی است، جزء مجاری حادی است. میگه آقا از ابتدای بینی تا مثلا هوا برکان میشه کل مجاریم، حالا مجاریم که نمه، کلن هر چیزی که دارم تو دستگاه تنفس. خب اما توی لوله گوارش میگم از دهان تا مخرج. پس آقا این قسمت حلقش مشترک، پس یه چیزی باحال مثلا. اوکی. یا مثلا کبد، کبد هم یاخته های درون ریز دارد، جزء دستگاه درون ریز است، هم جزء دستگاه گوارش. ما توی توصیف دستگاه گوارش میگیم لوله گوارش به همراه اندام‌های زمینه‌اش که از بالا شروع کنیم غدد بزرگی، بعد این پایین پانکراس و کبد و آپاندیس و والو کیسه صفر اینجور چیزا، خلاصه همین میشه معنی دستگاه گوارش. پس حواس باشه که تعریف دستگاه یعنی یه سری اندامایی که با هم دیگه کار انجام میدن و همه دستگاه با هم دیگه میشن یه اندام. این حواس باشه. نکته جمعیتم گفتیم. این مهمه که آقا من در هر بون سازگان فقط یک اجتماع دارم، فقط یک اجتماع. اگه بگم در یک بون سازگان، مثلا ما بون سازگان دو تا کتاب دستی داریم، یکی بون سازگان دریاچه ارومیه است در صد کتاب درسی، یکیش هم درختان حرا، اینا بون سازگان های کتاب درسی. خب اگه بگم تو اینها اجتماع های مختلفی وجود دارن که با هم دیگر در تعاملن، غلطه. فقط یک اجتماع، اجتماع ها غلط. یادتون گفتم آقا رو جمع و فرد خیلی دقت کنی، یک و دو اینا، این سر همین. زیست بوم هم که قول زیست بوم های مختلف، مثلا زیست بوم مثلا اوراسیا، مثلا زیست بوم مثلا آفریقا، مثلا زیست بوم مثلا آمریکا شمالی، اینا زیست بوم همش کلش دیگه، خلاص کل هستی که داری. پس اینم از این قضیه دیگه، چیز خاصی نداشت دیگه، نکته خاصی هم نداشت. من شکل کتاب ببینم ببینم چیز خاصی داره، چون این شکل مهمه. از این نظر که شکل مهمه، هر نکته داشت گفتم دیگه. حالا نگاش بالاش هم گفتیم، عوامل زنده فقط گفتیم، عوامل غیر زنده هم گفتیم، تعریفش هم بلد بشید. این تعریف ها رو با واو واو بلد بشید. آقا یاخته چیه؟ پایین ترین سطح سازمانیابی حیات هست، همه جانداران از یاخته تشکیل شدن، همشون بلا استثنا. اوکی؟ و مثلا واحد ساختار حرکت چیست؟ مثلا میگم یاخته. مثلا این کلی جمله‌ای که در رابطه با یاخته باید بلد بشید بدونید. حالا یه دونه متن ابتدای گفتار چیزه اینجاست، میگه آقا یاخته واحد ساختار عملکرد در جانداران است. اگه بگم اندامک غلطه، یعنی یه جاهایی طراح، مثلا من خودم قلمچی طرح می‌کنم، سوال طرح می‌کنم دیگه. خب آقا کتاب درسی میارم، خیلی قشنگ، یعنی خیلی خوشگلجونی که درسی میارم، کپی پیست یه کلمه رو عوض می‌کنم. یعنی اگر دیدید که یک جمله‌ای متن کتاب درسیه، شک کنید که قطعا غلطه، مگر خلاف ایجاد بشه، و نگاه بکنید ببین واقعا همون متن کتاب درسی هست یا نه. اگه نبود چک بکنید ببین آیا واقعا یه جور دیگه اش هم ببینم درست میتونه باشه. مثلا ما تو فصلی که 12 هم گفتیم آقا اغلب پروکاریوت ها فقط یک جایگاه برای شروع همان اساسی دارن. اگه بگیم ممکن است بیش از یک داشت، بیش از یک مثلا جایگاه داشته باشن، چی درسته؟ میتونه درست باشه. اوکی. پس اگر جملات زمینی بودن، خلاصه من بهش اشکال وارد نمیکنم. اما اگر واقعا یک یاخته شد اندامای، خب خیلی غلط میشه دیگه. حسین حواسون باشه که یک یاخته با اندامک فرق داره و واحد ساختار عمل کرد میشه جناب یاخته. این از این قسمت که حالا گفته از هسته و سیتوپلاسم قشا تشکیل شدن. سیتوپلاسم با ماده زمینه سیتوپلاسم اشتباه نگیرید. سیتوپلاسم میشه هر چیزی که بین هسته و قشاست. ماده زمینه سیتوپلاسم، ماده زمینه سیتوپلاسم میشه آن چیزی که اون مایه‌ای که اندامک‌ها توش شناورن. این دو تا رو با هم دیگه خلاص اشتباه نگیرید. این از این قسمت. خب ببینید تست دیگه تا اینجا اوکیه؟ زیست بوم، ببین زیست بوم میشه چند تا اجتماع دیگه، چون زیست بوم مجموعی از چند تا بوم سازگان است، هر بوم سازگان هم چند یک اجتماع است، میشه خلاصه چند تا اجتماع. خب این از این قسمت. عرضم به خدمتتون که دیگه حالا اینا دیگه چیزی خاصی نداره، کلی نگری چی است، اونقدر چیزی خاصی نداره، قانون ارسطو و بقراط و اینا چیزی خاصی نداره. اینم خوبه، اینو بزنیم 33، اینم بزنیم. ماده زمینه بهار میگه فرق
باشه میگم. آقا میگه فرق ماده زمینی با سیتوپلاسم. ببین سیتوپلاسم میشود ماده زمینی سیتوپلاسم خب با اندامک هایی که توشن به جز هسته. خب یعنی اینجوری بگم قشا در نظر بگیر، خب هسته هم در نظر بگیر، هر چیزی بین این دوتا بودند میشن سیتوپلاسم. ماده زمینی سیتوپلاسم چیه؟ اون مایه‌ای که این اندامک ها توش شناوره. چین تفاوت ماده زمینی و خود سیتوپلاسم. الناز سوالت کجاست الناز؟ الناز میگه برای درصد 80 باید چیکار کنیم یا اول بده. آقا خلاصه تلگرام پیام بدید بهتون میگم چیکار میکنیم. ببین شما برای اینکه خلاصه 80 بزنید متن کتابو حفظ بکنید حداقل. یعنی به صد از کنکور سوالی نیست که از کتاب نباشد، نیست، وجود ندارد. شکل کتاب قشنگ بررسی بکنید، تست خوبم بزنید، تست غلط نزنید. بعضی بچه‌ها کتاب تست زیاد میزنند، از اون طرف میافتند روی اون طرف بوم. یعنی اونقدر تست غلط میزنن که وقتی میرن سر جلسه کنکور یه سوال میبینن که چهار تا نویسنده نظر مختلف داشتن. مثلا من خودم اصلا سر جلسه کنکور 98 یه سوال بود، سوال 164 مورد دالش. خب خیلی ساز میگفت مثلا این درسته، نشدوم غلطه، کلاسی میگفت درسته، مثلا ماز میگفت فلانه. یعنی شما وقتی میرید سر جلسه کنکور اگه چند تا کتاب بزنید ممکنه خلاصه ابهام بتون داشته باشه، لذا یا باید تجمیع کنید نظرات رو یه بپرسید. خلاص سر کلاس مثلا همینه دیگه، ما کلاس حل تستم مثلا همینه، هم تست خوب میانیم هم خلاصه آخرش هر سوالی داشتی خلاصه جواب میدی. این همشه توضیحات مختصر اجلا، یعنی 40 دقیقه بعد توضیح میدیم روش مطالعه زیست چیه، چیکار میکنیم اینا و یه کلی چیزی. خب که حالا با ما همراه بشید بهتون کمک میکنه. یعنی هم تیپ تستا رو با هم دیگه بررسی کنیم همین. خب بریم سوال 33 حل کنیم. گزینه چند زدی؟ گزینه چنده؟ گزینه 4 زدید، 2 زدید، 1 زدید، یه سری میگن دو، یه سری میگن چهار. خب بریم چهار. نوع مولکول زیستی که بخش اصلی تشکیل دهنده قشای از قشای یافته است. خب میشه فسفولیپید. بخش اصلی دیگه. گفته قطعا نوع چربیه. آها. آقا چربی‌ها چی ان؟ کلا دسته میگه تریگلیسیریدها و بعضی از روغن‌ها میشن چربی. پس فسفولیپید چربی نیست. متن کتاب بیارید، متن کتاب خیلی مهمه. آقا اینجا خیلی مهمه. بچه‌ها تو دام میافتن. عشان من اصلا از همین جمله استفاده می‌کنم برای تر تست. نکنید. اینجا میگه روغن‌ها و چربی‌ها انواعی از خلاصه تریگلیسیریدن. بعد پایینش میگه فسفولیپیدها گروه دیگری از لیپیدان. مثلا یه چیز جدا شد کلا. پس حواستون باشه که اینی که اینجا میگه با این چیزی که اون بالا میگه فرق داره و فسفولیپید چربی نیست. تازه فسفولیپید تریگلیسیریدم نیست. پس آقا گزینه 4 غلط. 4 بای. بریم 3. میگه نوع مولکول زیستی که در سیر زمینه غلات است. خب نشاسته است دیگه، نشاسته است. آیا نشاسته قطعا منبع ذخیره گلوکوز در جانوران است؟ میگم در جانوران گلیکوژن منبع ذخیره است. درسته که جفتشون کربوهیدراتن، اما خب یکی نشاسته یکی گلیکوژن. حالا درست میگین، یعنی نگهش میداریم چون شاید ترا داره در رابطه با انواع مولکول ها صحبت میکنه. اگه در رابطه با انواع مولکول ها صحبت بکنه گزینه اوکی، چون یه جفت کربوهیدراته. خب اما اگه واقعا خود نشاسته با گلیکوژن مقایسه کنه خب سه غلطه. سه نگم تو دو میگه چی؟ میگه نوع مولکول زیستی که در شکر و قند هست، خب میگه مثلا ساکاروز مثلا هست. خب گفته قطعا متشکل از تعداد فراوانی اون ساکارید. آقا دو تا مثلا ساکاروز کلا یه دونه دیساکارید است، تعداد فراوانی خیلی زیاد، خیلی زیاد. دو هم غلطه، یک درسته دیگه. آقا اونی که در کاغذ سازی نقش داره فیبر، ما فیبر رو اینجا میخونیم، فیبر رو تو فصل 6 هم میخونیم که آقا یک یاخته اسکورانشیم است، دراز است، خلاصه باریک است و یاخته هاش مردن، دیوارش هم چوبیه و خلاصه توی کاغذسازی اینا نقش داده و پارچه. میگه قطعا توسط جانداران ساخته میشه. میگم آقا جانداران کیان؟ جانداران شامل 5 گروه هن: جانوران، گیاهان، خلاصه آغازیان، باکتری ها و قارچ ها. بالاخره جزء یکی از اینا هست دیگه، حداقل جزء گیاهان هست اونی که فیبر میسازه. پس آقا این درسته، قطعا توسط جاندار ساخته میشه. پس چون مولکول زیستی دیگه، مولکول زیستی چیست؟ مولکول زیستی مولکول هایی هستن که در دنیای غیر زنده یافته میشن، پس باید توی ساختارهای زنده ساخته بشن. جاندار هم که چیان زنده، پس جامش گزینه یک و سه هم که غلط شد دیگه. اینم از این. بریم روی فصل 6 دهم. من شکلش بهتون نشون بدم. تا یه سوالی هست گزینه 2 میگید باز گزینه 2 میگم باش میگم. پاسخش هم حتما میفرستم. والا یواش یواش سلوت کاغذسازی آره دیگه هستش دیگه. آقا سلوت در کاغذسازی هست.
خلاصه شما سال فکر کنم ششم بودی تحت با ساخت خمیر سلولوز و اینا با هم دیگه داشتیم. خلاصه من کتاب رو بیارم اینجا. آقا اسکورانشین از فیبرها در تولید تناب و پارچه استفاده میشه. حالا که درسی کاغذ سازی رو هم عنوان کرده توی خلاصه فصل یک، پس من میگم نه تنها تناب و پارچه بلکه در کاغذ سازی هم به واسطه یه سلولوزش نقش داره. اوکی این از این قسمت. حالا اینجا گفته دیگه، گفته که آقا سلولوز حالا ساخته شده در کاغذ سازی و توید انواع از پارچه نقش داره که این پارچه خلاصه همون فیبر است. چون فیبر هم از چیه؟ فیبر هم از سلولوز. حالا شما توی شیمی 11 هم فصل سم در تو با الیاف خوندید که آقا من الیاف سلولوز دارم و خطی هم زنجیری هم و از مول از کنار هم قرار گرفتن مولکول های گلوکوز در کنار هم دیگه و بین گلوکوز ها من پیوند اتری دارم. خب حالا پیوند اتریشو تو این شکل نشون نداده. بریم فصل دو، بریم فصل دو اتریشو نشون بدم. اتری پیوند اتری آخر گفتار یک، آخر گفتار یک صفحه یک مونده آخر. من اینجا یک پیوندی دارم بین دوتا آمین اسید خب و یک اکسیژنی وسط هست. به این پیوند اکسیژن با دوتا مولکول عالی ما تو شیمی 12 خوندیم، شیمی 11 فصل 2 خوندیم که بهش میگن پیوند اتری. این هم از این قسمت. خب کلا ببینید مقدماتی که ما تو زیست شناسی داریم، حالا فصل 1 و 2، حالا 1 و 2 12 خیلی مهمه و فصل 1 اینا خیلی مهمن که ما بلدشون باشیم، چون توی فهم این که آقا هر مولکول داره چیکار میکنه خیلی بهمون کمک میکنه. خب یکم بچه‌ها گزه دو چی رد بکنیم. آقا میگن در شکر و قند ساکاروز وجود داره. ساکاروز کلن یه دیساکاریده. من بگم متشکل از تعداد فراوانی مونوساکارید است غلط است. تازه این شیشیش هم نیست. ساکاروز میشه گلوکوز و فروکتوز. این 5 ضلعیه. خب حالا اینجا من با 5 بکشم. 5 ضلعیه ولی 6 کربن است. پس تعداد فراوانی نشون تعداد فراوانی یعنی خیلی زیاد. یعنی پلیمر باشه. خب پلی ساکارید نیست. دیساکاریده. پس دو غلط میشه و جامش گزینه یک. این از این. حالا ما تو گارچم که گلیکوژن داریم دیگه، گارچم یه دو داریم. چهار بگم آقا کتاب درسی گفته فسفولیپید یه گروه دیگر از لیپید هاست. روغن ها و چربی ها میشن تریگلیسیرید. اوکی پس تریگلیسیرید فسفولیپید نیست و فسفولیپید چربی نیست، چون چربی ها تریگلیسیرید. این از این. خب زهرا میگه دکتر معصومی کلاس التست نمیذارم. الان سر کلاس چی دلان؟ الان سر کلاس چی؟ سر کلاس حل تستی دیگه. خب بریم یک سوال دیگه. خب یه سوال ترکی بریم، سوال 29 بزنیم. سوال 29 آره این دوازم. الان ما تقریبا 2 دقیقه این دوازم اینو بزنیم. این دوازم اینو بزنیم. این دوازم خب سوالم کمک کردن گفت آقا مولکول واجد اطلاعات لازم برای تعیین صفات میشه دنا. تازه یه سری اختلافات هست در کتاب درسی تو دهم با 12. تو دهم میخونید مولکول واجد اطلاعات لازم برای تعیین صفات دناه، بعد تو 12 میخونید هم دنا و هم رنا در ذخیره و انتقال اطلاعات نقش دارن. این خیلی کتابتون باحاله. بعد تو سال دهم میخونید که آنزیم ها پروتئینی اند، بعد تو 12 میخونید بیشتر آنزیم ها پروتئینی اند. خیلی زیباه. ما کدوم رو بگیریم؟ اونی که کامل تره، یعنی اونی که کامل تره به عنوان خلاصه رد گزینه میگیریم، اونی که هم کلی میگیم. میگیم آنزیم ها پروتئینی خب هستن، اما آیا همه آنزیم ها پروتئینی اند؟ نه دیگه، بعضیاشون، حالا بخش بیشترشون، بعضیاش هم گفتیم دیگه، بعضی مثلا رنای رنتنی های سی ال این چیزای دیگه مثلا آنزیم باشن. اینا اصلا باشه. خب گزینه چند شد؟ 2 3 1. خب 2 3 1 4 هم داریم. ببین مرسی کنیم. آقا دنا گفته در مهندسی ژنتیک میتوان بخش هایی از آن را از یاختهای انسانی به یاختهای باکتری منتقل کرد. میگیم بله آقا در مهندسی ژنتیک من میتونم مثلا ژن رو از یک جاندار به یک جاندار دیگه منتقل کنم. اگر این جاندار همگونه باشه با اون جاندار دیگه میشه خب خلاصه بهش میگن تغییر یافته ژنتیکی. اما اگه این جاندار یه گونه دیگه باشه و اینجا یه گونه دیگه، اینا میشن تراژن. خب حالا لفظ تراژن که کتابتون هست شده و تو فصل 7 12 باز داریمش، این جانداران تراژن یا مثلا گاو تراژنی یا مثلا گوسفند تراژنی که حالا برای تولید پروتئین ها و چیزای دیگه استفاده میشن. اوکی این از این. پس آقا الفی درست هیچ
ببین میگه تو همه جانداران درون اندامکی با پوشی دوغشا، یعنی همشون هسته دارن. میگم نه، جانداران من اگه باکتری باشه، پروکاریوت باشد، دیگه هسته نداره. پس به غلط. جیم میگه تک رشته ایه. میگم آقا دنا دو رشته ایه. بگم تک رشته غلطه. اما خب پیچوتا باشه که داره دیگه. از جیم هم غلط. دال گفته واجد چهار نوع واحد ساختاری است. میگم ببینید دنا چهار تا مونومر دنا که واحد ساختاری یعنی مونومر. آیا چهار نوع مونومر دارد؟ بله. ما چهار نوع مونومر داریم در دنا. دی اکسی ریبونوکل اتید آدنین دار، دی اکسی ریبونوکل اتید گوانین دار، سیتوزین دار و تیمین دار. پس چهار نوع داره. پس دال درسته و دو مورد درست، دو مورد غلط. گزینه تو این است. مونومر چیه؟ عرف غلط نیست. گفته یاخته ها با باکتری. اوه راست میگی. نمید که یاخته ها. این حواسان نبود. آقا یاخته ها غلط. چرا؟ به خاطر اینکه باکتری تنها یک باکتری تکسلولی است. اصلا یه بیجیسی باحال‌تر. من برای باکتری ها نمیتونم از لفظ مایع بین سلولی استفاده کنم. چون اینا یه سلول هست. بین سلولی یعنی چی؟ یعنی بین سلول ها دیگه. پس آقا این تکسلولی است و مایع بین سلولی هم نداره. پس آقا و علف غلط. مرسی از بچه ها. دقت کردم. و جام تو گزینه سمون قرار گزینه سلولی. مرسی. خب. اوکی بین دوازدهم. بین دوازدهم. مونومر هم بگم. مونومر. خب این انلاس چی میگه؟ الناس ما اینو قبلا گفتیم، این که پیوند فسفدی سه چیه، چی هستش رو ما جلسه دوم گفتیم. خب برو جلسه دوم ببین، ما اونجا کامل گفتیم. خب ماها که میخواد بره آقا، ما ببین 12 هم وایس چیز سختی نمیگه. خب آقا ببین 12 هم، تو 12 هم ما میخوای از رونویسی شروع کنیم. خب و حالا کاری دیگه به چیز نداریم، اعظم به خدمتتون که کاری به ترجمه نداریم، صرفا رونویسی قسمت خیلی کوچیکی رو میخوایم بگیم. اصلا میخوایم بریم شروع کنیم و با هم دیگه توضیح بدیم که دقیقا رونویسی چیه. یعنی اگه شما اصلا کتاب درسی رو هم نخونده باشید، قشنگ تو این تقریبا 20 دقیقه نیم ساعت کل رونویسی یاد بگیرید. خلاصه با ما باشید. اوکی خلاصه آقا بریم بریم رونویسی فصل 2 12 گفتار 1. اصلا رونویسی برای چیه؟ آقا رونویسی برای اینه که من مثلا دنا دارم، ما میگیم دنا چیز واحده، خلاصه واحد خلاصه ذخیره کننده اطلاعات وراثتی که در هسته خلاصه ذخیره میشه و بعدا مورد استفاده قرار میگیره. مثل چیه؟ مثل اینه که من یه سری کتاب تو کتابخونه دارم، مثلا کتابخونه که دستور مثلا آشپزی مثلا، خب یه چیز دیگه، خب مثلا پروژه مثلا تحقیقاتی مثلا دارم، میخوام ازش استفاده کنم و یک محصولی تولید بکنم. اوکی چه جوری از این کتاب استفاده کنم و بیام محصول تولید بکنم؟ بعد چیکار بکنم؟ باید بیام اون کتاب رو بخونم، باید دنا خونده بشه، یه سری کپی برداری، نکته نویسی، یادداشت برداری ازش بکنم، بعد برم یادداشتام رو خلاصه عملی بکنم. یا مثلا اونا که دانشجوی معماری ان یا مثلا عمران یا مکانیکی ان چیکار میکنن؟ یه سری طرح‌ها رو کاغذ میکشن و من رو نرم افزار مثلا 3D Max و مثلا اتوکد و اینا خلاصه پیاده میکنن. اوکی پس آقا من باید اول طرحی رو بکشم، یه نسخه رو در بیارم، بعد عملیش بکنم، یعنی تبدیلش کنم به یک واحد دیگه، به واحدی که مثلا فیزیکی باشه. توی خلاصه یاختم همین جوریه. من دنا رو دارم، دنای من رو کتاب خونمه، باید یه رونویسی ازش انجام بدم، چیزای خوبش رو بردارم. چیزای خوبش جناشه نکنید دنا حدودا، اگه من کل دنای شما تو 11 هم فصلش خوندید، من اگه کل دنای انسان رو بردارم شاید حدود 2 متر بشه، اما حقیقتا 99 درصدش بیفایده است، به درد من نمیخوره. اون یه درصدش خوبه، اون درصدش چیه؟ جنها. من باید از جنها استفاده کنم، جاهای خوب کتاب، نه اینکه مثلا یه سری توضیحات مقدمات و اینا فهرست و اینا. اوکی از جنها و برگشت که میشه توالی های بین جنی، من با اونا دیگه کاری ندارم. اوکی پس آقا من میام دنا رو خب برمیدارم، یه سری رونویسی روش انجام میدم که بشه رنا. حالا از رنا میرم برای ساخت توی اون کارخونه استفاده میکنم. کارخونم کیه؟ رناتن ریبوزوم، و اونجا پروتئین میسازم. پس چی شد؟ دنا، رنا، پروتئین. حالا میخوام تو گفتار 1 آره میذاریم اینو میذاریم. حالا میخوایم بریم ببینیم رونویسی چیه. ببین من چجوری از روی دنا بیام رنا بسازم. خب قطعاً یه فرایند اینجا برام رخ بده دیگه. اون فرایند چیه؟ رونویسی. اوکی من رونویسی چیکار بکنم؟ باید کتابمو باز بکنم،
دنام باز بشه، گسست بشه. کتاب هم بخواییم بخواییم باید بازش کنیم دیگه. بعد یه چیزی برداریم، مثلا یه کاغذ، حالا توی یاخته میشه نوکل اوتیت ها، یه سری نوکل اوتیت ها رو بیاریم و یه سری قلم، یه قلم بیاریم، قلم من میشه کی؟ قلم من میشه جناب آنزیم رناوس فراز. من شکلش بیارم آقا این میشه رونویسی من، خب کتاب من میشه جناب دنام، قلمم که اون کسی هستش که داره مینویسه میشه آنزیمم، نوک اتود من میشه اون نوکل اوتیت هایی که به هم دیگه وصل میشن و یک رشته ای رو ایجاد میکنن که دارای معناست، یک جمله ای مینویسن که دارای معناست. اوکی این از این. پس آقا رونویسی کل من میشه این هم، من یک کتابی دارم میخوام روش بنویسم. خب چجوری این کار انجام میدم؟ من باید دنا رو باز کنم، باید کتابم باز کنم، آنزیم بیاد اونجا بخونه چیزای مکمل رو پیدا بکنه و مقابل نوکل اوتیت های مکمل خلاصه بیاد نوکل اوتیت مناسب قرار بده، مثلا مقابل آدنین تیمین بذاره، مقابل سیتوزین گوانین بذاره و برعکس. حالا حواسم باشه که من دیگه از تیمین توی رونویسی استفاده نمی کنم، جاش از یوراسیل استفاده می کنم. این میشه کل رونویسی. تمام. حالا بعد بریم ببینیم آقا این رونویسی که الان من خیلی ساده گفتم دقیقاً چیکار باید انجام بدیم. یعنی آقا من میخوام رونویسی رو آغاز کنم، بعد چه کاری انجام بدم؟ یعنی کتابم میخوای باز کنی خلاص بسم الله بگی دیگه. خب این همینه. تو مرحله آغاز من باید چیکار کنم؟ مرحله آغاز رونویسی. تو مرحله تدریس من چیکار بکنم؟ و در مرحله پایانی که میخوام کتاب بدم باید چیکار کنم؟ دقیقاً همه شبیه کتاب است. خب چه تو شکل کتاب درسی کاملا توضیح داده شده. حالا من میخوام یه بار با شکل بریم جلو، بعدش بریم نکات رو قشنگ دستبندی کنیم و جمع‌بندی کنیم و تست بزنیم. اوکی اصلا میخوام خودتون تست بزنید، یعنی من براتون تست میارم شما بزنید. خب آقا اولین چیزی که، یعنی شما باید توی سوالاتی که مرحله‌ای هستن، نه فقط تو 12ام تو 11ام، آقا مثلا چرخه میتوز، چرخه میاد، باید بدونی کی کجاست، تقدم تأخر رو بلد باشید، ویژگی‌های هر کدوم بلد باشید. چرا اینو میگم؟ چون ممکنه طرح سوال بده درون یک مرحله، مثلا در پروفاز چه اتفاقی میفته، کی زودتر از کیه، یا مثلا پرو اتفاقی تو پروفاز میفته زودتر از اتفاقی تو تلفازه یا نه قبل‌تره مثلا. اوکی. پس من نه تنها باید هر مرحله جدا بشناسم، بلکه باید بدونم که تو مرحله برخلاف همونند بقیه مراحل چه اتفاقاتی میفته. اوکی. پس این حواستون باشه. حالا میخوام همین کارو بکنیم. من تو هر کدوم از این مراحل چهار چیز رو باید بدونم. کجا پیوند هیدروژنی شکسته میشه؟ کجا تشکیل میشه؟ مثلا شما دارید مثلا یه چک لیست می‌نویسید، چک لیست پاره می‌کنید، می‌ذارید خلاصه تو زباله. مثلا کجاها پیوند فسفودیسه تشکیل میشه؟ کجاها شکسته میشه؟ حالا تو نویسی نداره. کجاها اشتراکی تشکیل میشه؟ کجا شکسته میشه؟ کلا همینا باید بدونیم. بعد تو این اتفاقات باید بدونیم جناب اسفارس داره چیکار میکنه، یعنی این جناب قلم من اون لحظه داره چیکار میکنه، وایسه داره نگاه میکنه یا نه واقعا داره کار انجام میده. اوکی. پس کل این فرآیند من باید به سه دسته تقسیم میکنم. بعد باید بدونم که چه جوریه. کلاس ما تا ساعت 19 و 25 دقیقه هستش. اوکی. حالا ما گفتاریو کام اینجا میبندیم. خب ببین چی داریم. آقا من مرحله آغاز شروع میکنم. مرحله آغاز آن چیزی که میبینم رو بیان میکنم. خب آن چیزی میبینم بیان میکنم. مهمه. شما وقتی میخواید شکل کتاب درسی بررسی کنید، هر چی میبینید بیان کنید. حالا میتونید بیانتون رو بنویسید. میتونید مثل من علامت مثلا یه صورتی بکشم، یه هایلایت بکنم، یه حرکتی. این کمک میکنه که تست های آزمون ها رو میبینید، تو ذهنتون اون تصویر بیاد که آها این اینجا بود. چون شما سر جلسه آزمون که نمیتونید اوپن بوک برید کتاب باز. حالا من یه طرفندی بچه‌ها میگم، میگم بچه‌ها اگر میبینید که تست ها رو میتونید اوپن بوک بزنید، پس کتابو حفظ کنید. خب اگه نمیتونید بزنید، کتاب رو هم نخونید، که معمولا بچه‌ها میرن میبینن که معمولا که نه، همیشه کتاب مفید است، پس کتاب رو حفظ بکنید. اوکی. یه دوگانه منطقی دیگه، خلاصه پی به در کیو، پس با کیو رخ بده. خب ببین آغاز، آقا در مرحله آغاز اتفاق میفته اینه که رناوس فراز، یعنی مداد من، باید بره کتاب مورد نظر رو پیدا کنه، یعنی باید بره اون ژنی که میخوام روی نویسی کنم پیدا کنه. پس اولین کار چیه؟ باید من برم دنبال اون کتابه. رناوس فراز همینجوریه. رناوس فراز با کمک یه سری از نشانه ها، مثلا من میخوام برم کتاب جغرافیا بردارم، کتاب ریاضی بردارم، میرم توی سردسته کتاب های مثلا تاریخی، کتاب های جغرافیا، کتاب مورد نظر مثلا جغرافیای مثلا آمریکا، جغرافیای مثلا ایران مثلا فلان، یا مثلا دشت کویر مثلا، خب یا مثلا صحرای مثلا آفریقا. خب باید برم تو اون سردسته کلی بعد پیداش کنم. اینم همینه. رناوس فراز با کمک یه سری از نشانه ها میره پیداش کنه. چه جوری؟ مثلا رناوس، مثلا راه انداز یه توالیه که کمک میکنه که رناوس فراز اولین جایی که میخواد بنویسه رو پیدا کنه و نونویسی برام انجام بده. پس اولین چیزی که باید در اینجا رخ بده اینه که جناب رناوس فراز پیدا بکنه اون جایی که میخواد نونویسی بکنه. همین. خب بعد از اینکه اینو پیدا کرد، اولین نوکل اوتید مناسب رو پیدا کرد، باید از همونجا رو نویسی انجام بده، یعنی کتابو باز بکنه،
و بنویسه. پس آقا مرحله آغاز شد کلن همین، من بیام پیدا بکنم اول نکت اوتیت رو، به سمتش هدایت بشم، به سمتش حرکت بکنم، بعد نکت اوتیت های مکملم یعنی همون نکه اتود خودم رو بیارم و مقابلش بذارم. حالا توی اتفاق چی میفته؟ دنا باز میشه، پیچ و تابش باز میشه، یعنی اینجا که سرش رو تهش رو نکنی پیچ و تاب داره، این باز میشه کلن. خب بعد از اینکه باز میشه پیوندهای هیدروژنیش هم شکسته میشه، بعد مقابل یکی از رشته‌هاش، نه جفتش ها، یکی از رشته‌هاش یک کپی میکنم. میمیسه چیه؟ آقا فرض کنین شما یه کتابی دارید، صفحه راستش با صفحه چپ یکیه، فقط این یکی کپی پیست اون یکیه، برعکسش، یعنی مثلا اگه این چپ به راست است این راست به چپ، دقیقاً دنا همینه، من یک کپی دارم این طرف یک کپی دارم این طرف، اینا با هم دیگه میخونن رو هم دیگه و یه جور شابلونن که روی هم دیگه کپی شدن، ولی این یکی خطش از راست به چپ، این خب مثلا من آغاز اینجوری نوشتم، میتونم آغاز اینجوری هم بنویسم. بذار آغاز من میتونم خلاصه بذار میتونم برعکس بنویسم، آغاز مثلا اینجوری باشه، یه همچین حالتی. حالا آغاز، آره آقا مثلا فرض کن شما یه کتابی دارید دو صفحه داره، توی یه صفحش این شکلی، توی اون شکلی، اگه من آغاز سمت راست رو داشته باشم، آغاز سمت چپ میتونم بنویسم و برعکس. اوکی این از این. حالا چه اتفاقی میفته؟ من میام نکت اوتیت مقابل رو مقابل یکی از رشته هام قرار میدم. نکنید خود رنا وسفارا رو جفت رشته ها نشسته، یعنی من میخوام کتاب بنویسم خلاصه خیمه میذارم رو کتاب و کتاب میخونم، خب یعنی رو جفت رشته ها هستم، اما یک دونش رو نویسی انجام میدم. پس چی شد؟ من در مرحله آغاز روی یک، روی دو تا رشته میشینم، اما فقط از روی یکی از رشته ها رو نویسی انجام میدم، یعنی در هر بار فعالیت خودم، یعنی من اگه بخوام برم کتاب ریاضی بردارم صفحه راست رو میخونم کلن، بخوام برم کتاب جغرافی بردارم فقط کتاب چپ رو میخونم. پس آقا در کل دنا، در کل کتاب خونی من امکان رونویسی از هر دو رشته هست، اما واسه هر ژن فقط یک رشته، واسه هر ژن هر یه دون رشته، که اصلا مثل کتاب درسیه، کتاب درسی میاد میگه فقط یکی از دو رشته دنا در هر ژن رونویسی میشه، یعنی من فقط یا صفحه راست یا چپ. اوکی. حالا چه اتفاقی میفته؟ یه رشته کوچولو، یک زنجیره کوچولو از دنا، کوتاهی از دنا من اینجا میسازم. پس تعریف چی شد؟ زنجیره کوتاهی از رنا، نه دناها، زنجیره کوتاهی از رنا میسازم. پس اولا کوتاه است نه طویل، دوما رناه، یعنی از ریبونوکل اوتیت است، از دیوکسی ریبونوکل اوتیت نیست. شما دیوکسیریبوز و ریبوز رو تو فصل 1 میخونید، بذارتون بیارم اصلا بیارم بزنم. آقا تفاوت رنا ریبوز و دیوکسیریبوز چیه؟ دیوکسیریبوز دیوکسی یعنی یه اکسیژن کمتر، دیوکسیریبوز یه دونه اکسیژن کمتر داره، خب و سبکتره، پس ریبوز سنگین‌تره چون یه اکسیژن بیشتر داره. اوکی پس آقا حواسمون باشه که اینجوری ما قندهای پنج کربنمون دو حالتن درسته، که درسته یا ریبوز یا دیوکسیریبوز، دیوکسیریبوز یه دونه اکسیژن کمتر داره، یه دونه کمتر. پس آقا شیمیشم بگم، بگم به ازای یه دونه ریبوز، خب من 16 گرم خالص دیوکسیریبوزم سبک‌تره، این از ازای یک مول بخوام بگم آره 16 گرم کمتر. این از این داستان که حواسم باشه که اینجوریه. خب این از این. ادامه چی؟ پس من ریبوزو گفتم، دیوکسیریبوزم گفتم و میماند این که من دیگه اینجا تیمین ندارم، از یوراس استفاده می‌کنم. یعنی مثلا شما می‌خواید یه چیزی کپی برداری کنی، من یه چیزی کپیشو می‌ذاری، خلاص بدلش می‌ذاری. اوکی آره یه اتم دیگه دقیقا پیوند میگم، حالا سوال میگم یواش یواش میگم همه رو میگم که آقا این پیوند با کی شکسته میشه. رنا وسپاراز کل این فرآیند رو انجام میده، اما رنا وسپاراز یه مجموعه است. منی که میخوام بنویسم، فرض کن من رنا وسپارازم، منی که میخوام بنویسم اتودم هست، نوکم هست، خودم هستم به عنوان حرکت دهنده و کل اطرافم. رنا وسپاراز یه کمپلکسه، یعنی یک مجموعه هستش از چندین تا آنزیم که کنار هم دیگه میشن رنا وسپاراز، همشون با هم دیگه، یعنی شبیه همون اتم و اینا دیگه. آقا چند تا اتم با هم دیگه میشن یه مولکول، چند تا مثلا سیستم با هم دیگه میشن یه مثلا ساختمون، مثلا اوکی، یا مثلا یه ماشین. آقا یه ماشین به تنهایی که نیست، چرخ داره مثلا، خلاصه گیربکس داره، چیزای دیگه داره، خیلی چیزا داره، مثلا موتور داره و همه چی داره، زه بغل داره مثلا. خب آقا حواستون باشه که رانوسا یه دونه مجموعه آنزیمیه، خودش چیکار میکنه؟ خودش هم پیوند هیدروژنی را میشکند، هم نوکل اوتید مکمل رو برای من قرار میده. خب متن کتاب بیارم، متن کتاب که راستی میگه آقا در مرحله آغاز رنا وسواس به نورا وصل میشه، خلاصه ما میریم دنبال کتابمون، دورش از هم دیگه باز میکنه، پس خودش باز میکنه. پس آقا دورش داره که از هم دیگه باز میکنه، بنویسم بگم یعنی چی؟ یعنی باز، یعنی شکستن پیوندهای هیدروژنی، شکستن پیوندهای هیدروژنی توسط خودش، توسط خود جناب رنا وسواس،
بعد میگه به نظر شما برای باشن چه چیزایی باید شکسته بشه؟ میگم پیوند هیدروژنی، الان گفتین دیگه، پس بخواد باز بشه باید هیدروژن شکسته بشه. بعد میگه برای اینکه رونویسی از محل سعی خودش خلاصه شروع بشه، من باید بیام توالی نوکل اوتیتی ویژی رو در دنا که حالا توالی راه انداز هستش نشناسایی کنم. خب بعد تازه راه انداز موجب میشه که رونویسی باز اولی نوکل اوتیتی مناسب پیدا کنه. یه سوال، آیا راه انداز خودش رونویسی میشه؟ میگم نه، راه انداز کمک میکنه که رونویس باراز آنزیم مورد نظر رو پیدا بکنه. خب خودش بیاد پیدا بکنه. اوکی، پس حواسم باشه که راه انداز رونویسی نمیشه. راه انداز رونویسی نمیشه. مثلا همون نشانگانی که گفتم، گفتم میبینم تو که توی طبقاتم، طبقات مثلا کتاب‌های تاریخی، مثلا تاریخ رنسانس، راه انداز کمک میکنه که من برم اون کتاب مورد نظر پیدا کنم. پس آقا راه انداز خودش رونویسی نمیشود، اما کمک میکنه که اون قسمت مورد نظر رونویسی بشه. و حالا پیدا میکنم و شروع میکنم، یه بخش کوچکی از مولکول دنا باز میشه، نمیگه همشا، من میگم در هنگام رونویسی کل دنا رو باز میکنم، غلطه، یه کوچولوشو باز میکنم بعد میبندمش، یعنی کل کدا یه باز میکنم قرار زد دیگه بخوره، که این حواستون باشه. پس آقا زنجیر کوتاه هست، بخش کوچکی است، همش نیست و اینها. و نحوش هم اینجوریه که آقا بر اساس نوع رشته که دارم نوکلید مکمل رو میذارم، مثلا مکمل خلاصه آ یو رو میذارم مقابل مثلا تی آ رو میذارم مقابل سی جی رو میذارم مقابل جی ام سی رو میذارم، این از این. بعد میگه سپس نوکلید رو به رشته قبلی رنا اضافه میکنه، یعنی با پیوند فسفودیستر متصل میکنه. این اتصالش هم که میشه پیوند فسفودیستر، پیوند فسفودیستر. خب آقا الناز فارسی چیلی کتاب بخونی هشو بزنی؟ آقا دقیقاً همینجوری، یعنی وقتی شما کتاب میخونی بعد به خودتون بگید این یعنی چی؟ باز میشه یعنی چی؟ یعنی پیوند هیدروژنی شکسته میشه. راه انداز میگه کمک میکنه یعنی چی؟ یعنی خودش رونویسی نمیشه. همیشه یعنی نیازی نیست حرکت تجریقی بزنید، جادو جنبل بکنید، همینجوری بخونید، بهش میگن ضمنی خوندن، مفهومی خوندن. حالا یه جور مفهومی که نه، شاخ و برگ بدید به یادگیرتون، شاخ و برگ هر چقدر برای یک جمله خاص مثال های بیشتری داشته باشید بیشتر بهتون کمک میکنه که اون مفهوم رو یاد بگیرید. اوکی، و این هم از این. پس چی شد؟ ما در مرحله آغاز داستانی که هست اینه که پیوند، بذار بنویسم، من پیوند هیدروژنی میشکنم، هیدروژنی شکستن این هنگه، هیدروژنی شکستن دارم، تشکیل دارم، بله هیدروژنی تشکیل هم دارم. چرا اینجوری میشه؟ یه لحظه. خب هیدروژنی من تشکیل رو هم دارم. حالا این مهمه بین کیو کی؟ آقا شکستن بین دنا و دناست، نکنید دنا و دنا مهمه، حواستون باشه دنا و دنا داریم، دنا و رنا، رنا و رنا. اوکی، دنا و دنا شکسته می شود و دنا و رنا تشکیل میشه. حالا فسفودیستر، فسفودیستر اینجا فقط تشکیل میشه، اصلا فسفودیستر هیچ وقت شکسته نمیشه. یعنی آقا رنا و اسپاراز هیچ وقت اشتباه خودش رو تصحیح نمیکنه، هیچ وقت. کی تصحیح میکنه؟ اون معماری که میخواد بسازه. یعنی من یه رونوش در میارم، حالا اون رناتن حواسش هست که آقا این دارن اشتباه کرده، من اونم درستش میکنم. یعنی اگه من چیزی میخوام بنویسم یه الان غلطی استفاده نمیکنم، ولی میخوام اگه کتابی کلاً کپی پیست بکنم برام مهمه که واقعا اینا دقیق باشن. پس فرآیند ویرایش رو من در دنا دارم، در همان اندازه‌ای هم در دنا وسراز رونویسی ندارم. اوکی، پس میگم فسفودیستر اینجا تشکیلش هست. حالا اشتراکی هم بگیم، آقا اشتراکی هم هست دیگه، چون فسفودیستر نوع پیوند اشتراکیه، پس اینم تشکیل هست. بیس باحال، ما توی همان انسازی خوندیم که آقا نوکل اوتیت های سه فسفاتی که میخوام به انتهای دنا وصل بشن باید همون لحظه دو تا پیوند فسفاتشون، یعنی دو تا فسفاتشون بپره بره، یعنی پیوند فسفات فسفات باید شکسته بشه. شکستن پیوند فسفات فسفات چیه؟ اشتراکی. پس اشتراکی باید شکسته بشه، اما یه فسفودیستره؟ نه. پس میگم اشتراکی کلن امکان شکست وجود دارد، اشتراکی شکست رو من دارم. حالا تو تستا میریم با هم دیگه شکلشو میارم، مثلا من اینجا واسه ترجمه نوشتم اینجا نکن، با این جدول کل تستشو میزنید راحت. خب حالا من رونویسی هم مینویسیم، ولی قبلش اینجا میخوام بنویسم که اینجا داشته باشید. خب پس آقا توی مرحله آغاز من اینو دارم، ویژگیش هم باید باشه. مثلا آقا من در مرحله آغاز زنجیره از زنجیره کوتاهی دارم، زنجیره کوتاهی از رنا ساخته میشه، از رنا.
بعد حواستون باشه ایسی باحال، ایسی باحال. آیا اولین پیوند هیدروژنی که شکسته می شود، یعنی اینجا بگم آیا نوکل اوتیدی که، یعنی دو تا نوکل اوتیدی که پیوند تا هیدروژنشون شکسته میشه، حتما مقابل یکیشون نوکل اوتید مکمل قرار میگیم؟ میگم نه، این زرده نکنید، این زرده رو الان مثلا من اینو شیکوندم یا پایینشو، مقابلش هیچ جا نگرفته، پس میگم ممکن است که پیوند هیدروژنی شکسته بشود اما نوکل اوتید مکمل مقابلش قرار نگیر. راه اندازم که هیچی، راه انداز کلا نه رونویسی میشه نه خلاصه درشتش در حین رونویسی باز نمیشه، تو همان اساسی شب بشه اما تو رونویسی باز نمیشه، چون من نیازیش ندارم. پس آقا رونویسی که نمیشه، پیوندش هم باز نمیشه. این از این قسمت راه اندازم که گفتیم، اینه، این کلا قسمت آغاز. ادامهش چه شکلیه تعبیر شدن؟ خیلی راحت. آقا تو تعبیر شدن من خلاصه مثل یه زیپ میرم جلو باز میکنم پشت میبندم، یعنی انگار دو تا زیپ کنار هم دیگه است، یه طرف باز می‌کنه یه طرف می‌بنده. بعد تو این زیپه یا تو این حبابه، بهش میگن حباب، حالا که دادرسی لفظ حباب رو استفاده نکرده، تو این حبابه رنوبسوارس حرکت می‌کنه. ناکنید حرکت می‌کنه، من ورق می‌زنم کتابم، ورق می‌زنم، خب اینا همینه، وقتی ورق می‌زنم حرکت می‌کنم. ناکن یه حاله اینجاست، یه حاله، ناکن یه حاله است، اینا دارم حرکت می‌کنم. آیا می‌تونم بگم در هنگام مرحله آغاز حرکت دارم؟ میگم نه، سر جاش وایساده حالم ندارم. آیا میتونم بگم تو مرحله پایان حرکت دارم؟ آره، یه حاله دارم. پس حرکت رنوبس باراز رو تو مرحله پایان داریم، تو تبدیل شدن داریم، اما تو آغاز نداریم. البته حواستون باشه من بخوام برم دنبال کتابه دارم حرکت میکنم، اینو جدا میگیریم. وقتی رسیدم به کتاب حالا میخوام حرکت بکنم یا نه، این حواستون باشه که آقا تو خود مرحله آغاز من حرکت ندارم، اما برای اینکه بخوام پیدا کنم ژنم رو، کتابم پیدا کنم، باید حرکت بکنم، که اینو تو تستا در نظر نمیگیره. باشه، این از خب تو مرحله تبیشون چه اتفاقی میفته؟ من میخوام رشتم ادامه بدم دیگه، رشته جدید، یعنی نوکل اوتید جدید رو به رشته قدیم اضافه میکنم و بعدش اون رشته که ساختم رو خلاصه میدم بیرون، یعنی از این قسمت رناه من خارج میشود، یعنی پیوند دنا و رنا شکسته میشود و اینها خلاصه آزاد میشن. این از این قسمت. آقا تا اینجا سوالی دارید؟ تا اینجا سوالی هست؟ روحانداز به آنزی متصل است. ببین تو این شکل، نه تو این شکل، ببین رنا وسواراز از راه انداز کمک میگیره که وصل بشه. تو این شکل وصل نیست سناوری، آره وصل میشن. بذار من شکلش بیام مثلا. من شکلش رو تو گفتار سه بیام بهتون نشون بدم. آقا راه انداز میتونه به راه انداز میتونه به بخشید دو نواس میتونه به راه انداز وصل بشه. کجا؟ در گفتار سه ما دو تا شکل داریم. یکی این شکل، نکنید رنابس پاراز وصل شده به راه انداز. پس رنابس پاراز میتونه به راه انداز وصل بشه. تو شکل صفحه بعدش هم همینه. رنوبس پاراز میتونه به راه انداز متصل شود. پس آقا امکان وصل شدنش هست اما تو این شکل وصل نشده. تو این شکل وصل نشده. پس میتونم این جمله باحال بگم. رنوبس پاراز میتونه به راه انداز وصل بشه اما نمیاد پیوند هیدروژنیش رو اشکنه. نکته باحال. خب. بزنم تا اینجا سوالی موند. فسیلسه کلا تشکیل میشه؟ بله. دیگه تشکیل فسودیستر، آره تو هر سه تاشو من تشکیل فسودیستر را دارم. بعد عبور از کدوم چی پایان رو میگم؟ ونوس میگم، بذار من برسیم. هیدروژنی تشکیلش تو هر سه تا هست، میگم. خب من تا اینجا خواستم اینا سوال دادم، سوالتون از جلوتر دمتون گرم، خلاصه خوبه جلوتر بلدید. بریم ادامش. آقا من توی تحلیل شدن هیدروژنی را هم تشکیل دارم بین دو تا چیز، هم دنا و رنا، هم دنا و دنا. چجوری دنا و دنا؟ این آخرش که دارم بسته میشن تشکیله. بعد تازه هیدروژنی شکست رو هم دارم توی دنا و رنا. چرا؟ به خاطر اینکه یه رشته‌ام داره جدا میشه، از دنا و رنا شکست میشه. فسفودیستر چی؟ فسفودیستر فقط تشکیل، کلا فسفودیستر توی رونویسی کلا تشکیل. اشتراکی چی؟ اشتراکی هم که خلاصه هم تشکیل میشه هم شکسته، یعنی شبیه بالاییه، شبیه بالاییه. اشتراکی رو من هم تشکیل میدهم به خاطر جناب فسفودیستر، هم میشکنم به خاطر پیوند فسفات فسفات. خب دیگه چی داریم اینجا؟ همین، همینا کافی بود. بریم پایان. بریم پایان داستان داریم. ما تو پایان داستان داریم. چی شد؟ پی محکمه قرار نمیدون هایلایته؟ آره اونجا قرار نمیگه دیگه، گفتیم که اونجا یه قسمتی باز میشه این بالا قسمت حالت زرد، اما مکمل قرار مقابلش نمیگیره. اوکی. آقا تو پایان ابهام هست. ابهام نه اینکه ابهام باشه، کتاب درسی کامل نگفته، کتاب تست های مختلف هم متفاوت میگن. درستش چیه؟ آقا نا کنید
من طویلش طوالی پایین رو بیام پایین میخوره اینجا. الان رناوسفراز روشه، پس میگم طوالی پایان رو نویسی میشود، جزوی از ژن هست، اما در مرحله پایان. پس من در مرحله پایان تشکیل هیدروژنی دارم، شکست هیدروژنی دارم، بعد فسفودیستر دارم، حرکتم دارم. این اصول باشه. این از این قسمت. پس فکر کنم تقریبا سوالاتی که پرسیدی کجا جواب دادم دیگه. جمله آخر، آقا اون قسمتی که مکمل قرار نمیگیره دیگه. بذار بنویسم. آقا ما در مرحله پایان باز هیدروژنی تشکیل داریم. بین کیو کی هیدروژنی تشکیل بین دینا و رنا داریم. شکست بین، حالا تشکیل بین دینا و دینا هم داریم. شکست رو هم ما بین دینا و رنا داریم. فسفودیستر چی؟ فسفودیستر باز تشکیل می شود. فسفودیستر باز تشکیل می شود. اشتراکی هم باز هم شکست داریم و هم تشکیل. تشکیل به خاطر فسفودیستر، شکست به خاطر فسفات. فسفات. این از این قضیه. حرکت را اینجا داریم، حرکت را اینجا داریم، اینجا حرکت نداریم. کل رونویسی رو جمع کردیم. آقا ما یه دقیقه وقت داریم، یه تست میزنیم و تمامش. تو اینجا سوالی هست؟ شکست بین دینا و رنا. آره دیگه، آقا دینا و رنا آخرش رو میخوان جدا بشن. اون جناب رنای من میخواد کلن جدا بشه. بره پایین پایین نکنید. کلن رنای من جدا شده. نکنید پایین پایین. این خلاصه رشته سبز رنگ من کلن جدا شده. پس شکست بین دینا و رنا رو هم من دارم. ایز باحال. دینا قطرش ثابته در کل خودش، اما رنا نه. چرا؟ به خاطر که رنا یه سری بازهای دو حلقه داره، یه سری جاهای تگرگی دو حلقه تگرگی. مثلا میگم آقا در رنا قطر یکسان نیست. حالا این شکل یک کوچولو یکسان کشیده، اشتباه کشیده. خب اما حالا شکل درستش اینجا، شکل درست بیارم، شکل درستش اینجاست. آره مثلا نکنید این رنا که ساخته شده قطرش یکسان نیست در تمام طول خود، اما دنا ثابت است. پس آقا میگم دنا طول، طول که نه، قطر ثابت، قطر ثابت، این طرف قطر متفاوت. حالا دنای من اگه خطی باشه خود دو انتهاش متفاوت، رنا هم همیشه متفاوت. پس آقا رنا دو قطر متفاوت، دو قطر متفاوت شما میتونید اینجا داشته باشید. یه تست جنگی بزنیم. اصلا من تست میدم شما بزنید. یه تست میدم شما بزنید. خب بیایم صفحه یک، صفحه یک تست شماره. حالا من اینجا جمعش نوشتم. آقا مثلا نوشتم آقا تو مرحله آغاز طبیشم و پایان چیزایی داریم. حالا همین چیزی که اونجا نوشتم آوردیم جدول. میگم جدول خیلی بیشتر بهتون کمک می‌کنه تو یادگیری. یعنی شما قشنگ می‌بینید همه چیز رو هم دیگه که واقعا چه اتفاقی میفته. مرحله پایان، آقا مرحله پایان چیز خاصی نداشت دیگه. همون اتفاقی داشتم. شکستن بین هیدروژن داشتم، تشکیل بین دو ماده نام داشت. حالا تست میام یواشر کار می‌کنیم. اشکال نداره. خب من یه تست تمیز بیارم. تستا نکنید. تستا رو اونقدر نکته گفتیم. خلاصه جمع شد. اینم تستا براتون میفرستم که داشته باشی. نکنه چند تست اول من کلید میذارم براتون و بقیه‌اش هم چیز خاصی نداره. خب یه تست خوب. خب آقا تست 21 برو بریم. یه دقیقه من هم سوالتون جواب میدم. الهام یه شکست دیگه تو پایان هست. میگم آره هست، چون من دینا و رنا میخوان جدا بشن، پس شکستن رو دارم. حتی شکستن بین دینا و دینا رو هم دارم، چون یه قسمتی از دینا باز میشه. کلا تو جفتش دارم. بعد دیگه چی؟ عبور از کدوم پایان در مرحله چی؟ ببین کدوم پایان چی شد؟ ونوس چرا بلاک شد؟ ونوس چرا اینجوری شد؟ اتفاقی افتاد. حالا من معذرت میخوام. اتفاق بدی افتاد. ببین کدوم پایان کدوم نه. باید بگیم توالی. توالی رمز پایان. عبور از توالی پایان در مرحله پایان است. تو شکل نشون دادم دیگه. تو شکل نشون دادم. خب بعد دیگه چی؟ گفتی شکستن هیدروژنی تو پایان بین دی اکسید و ریبوز. ببین شکست هیدروژنی هم بین دنا و دناست،
هم بین دنا و رناست، تو جفتشون هست، تو جفتشون هست، یعنی هم بین دیوکسیلیبوز و لیبوز، هم بین لیبوز و دیوکسیلیبوز و دیوکسیلیبوز، دنا 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 و رنا. خب این سوال بگیم گزینه جواب. آقا گزینه جواب چی داریم؟ گزینه جواب، گزینه جواب. خب یه سری ها میگن 4، یه سری میگن 2، یه سم بگیم، یکم بگیم. خب ببین حل کنیم. آقا سوال چی میگه؟ میگه در مراحل مختلف فلان، تو مرحله ای که فلان رخ میده فلان. سوال چه جوریه؟ ما بدونم هر کدوم چی میگه و بعدم بعدی. حالا من میخوام اینوری حل بکنم، یعنی اول قسمت های اولو بخونم بعد قسمت های دوم. آقا کجا شکستن پیوند هیدروژنی مولکول دنا شروع میشه؟ شروع ها نمیگه انجام میشه، میشه مرحله آغاز. کجا رنم اسپار رو اندو شناسایی میکنه؟ بازم آغاز. کجا بین ریبو نوکل اوتیت های رویاسیل و دیوکسی ریبو فلان پیوند مقرار میشه؟ نه پیوند هیدروژنی دیگه، میشه همشون، همشون کلا تو همشون من دارم. چاش رونوشت توالی پایان رونویسی در مولکول دنا مشاهده میشه؟ میشه فقط مرحله پایان. حالا بریم ببینیم کدوم یکی، یعنی کدوم آغاز اینور آغاز، کدوم اینور پایان، اینور پایان. یک میگه مشاهده زنجیره کوتاه از ریبونوکلئید های دنا وجود رنا وجود ندارد. آقا من تو همشون دارم، تو همشون زنجیره کوتاه از ریبونوکلئید های دنا وجود دارد. حالا تو آغاز که هست، تو بقیش هست، ولی خب این تهش دیگه از وجود نداره کلا غلطه. تو همشون من دارم، یعنی چی؟ یعنی چی ندارم؟ خلاص اگه اون فسکلی اون تهش باشه بالاخره هست اینجا، یه غلطه. دو میگه تو آغاز مشاهده رونوشت دئوکسیریبونوکلئید های راه انداز دنا وجود دارد. آقا گفتیم راه انداز رونویسی نمیشه، پس من رونوشت راه انداز رو ندارم. دو غلط گفتیم دیگه، گفتیم راه انداز رونویسی نمیشه، شاید همانندسازی بشه، چون من تو همانندسازی کل کتابو کپی می پیست میکنم، اما تو رونویسی نه. سه چی میگه؟ تو همشون باز شدن درشت دنا وجود ندارد. آقا همشون باز شدن رو داریم، فقط اون 4. حالا بخون ببینیم، شاید 4 هم غلط بشه. مشاهده حداقل یک کدون آی جی در رنا. آره این درسته دیگه، من کلا میتونم تو تو همه کل رنا اینو داشته باشم. این هم جواب گزینه 4. حل بچه ها اوکیه؟ مرسی. خب بچه ها چطور بود؟ اوکیه؟ حل رونویسی یاد گرفتید؟ خوب بود؟ راضی بودید؟ شما خسته نباشید بچه ها، سلامت باشید و خدا نگهدار. من براتون همین رو پنالتون میذارم و تو کانال.